سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من منوچهر هستم، با یه ویدیوی متفاوت امروز اومدم پیشتون. میخوایم با همدیگه بریم شهر قزوین رو یه دوری بزنیم، یه سری جاهای خوبش رو و معروفش رو بهتون معرفی بکنم. واقعیت امر اینه که من تقریبا 6-7 ماه پیش یه کانالی داشتم به اسم ایران وی آر 360 که یه سری ویدیوهای 360 درجه از جاهایی که میرفتم میچرخیدم میگرفتم و اونجا میذاشتم و خودتون رو کاملا تو اون فضا شما حس میکردی. ولی متاسفانه بعد از ویدیو هفتم هشتم بود که یه سوتی دادم و سوتی این بود که پلاک ماشین ها خیلی واضح مشخص بود و من نمیدونستم که یوتیوب به این موضوع حساسه و کانال رو کلن پاکش کردش. کانالش هم خیلی خوب گرفته بود، ویوی خیلی بالایی هم داشت. اگر تو این زمینه کار میکنید این هشدار رو بهتون بدم که این موضوع جای گفته نشده، ولی حواستون باشه که پلاک ماشینا رو تو ویدیوهاتون که تو یوتیوب میذارید زیاد مشخص نذاریدشون، تارش بکنید. میخوایم بریم جاهای مختلف قزوین رو ببینیم، تا جایی که بتونم سعی میکنم از گذرهای اصلی، حالا تا جایی که بتونم جاهای فرعی که زیاد تو ترافیک هم نمونیم بگذرم و همواره با تصویری که شما میبینید یه سری توضیحات میدم تا اونجایی که اطلاعات ناقص خود من جواب میده. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. تو ویدیو قبلی که همین شکلی بود خیلی دوستش داشتن، خیلی از دوستانی که مهاجرت کرده بودن از ایران و کشورهای دیگه بودن دلشون تنگ شده بود، بچه‌ای که قزوینی بودن دلشون تنگ شده واسه شهرشون برام کامنت گذاشته بودن و در واقع حالا بعضیشون بود که به ازدواج کرده بودن با یه نفر خارجی و دوست داشتن که شهر خودشون رو بهش نشون بدم و بهشون مثلا گفته بودن که این کوچه رو می‌بینی اینجا رد شد، مثلا اینجا خونه قدیمی ما اینجا بود، خونمون اینجا بود، نمی‌دونم دایم اینجا بود، خالم اینجا بود، اینجا پاتوق ما بود و خاطرات خودشون رو زنده میکنن. تصمیم گرفتم که این ویدیو رو مجدد ضبطش بکنم، امیدوارم که با کیفیت بهتری از قبل باشه. دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، تاریخم بگم، امروز 15 مرداد ماه 1401 و من الان توی تقریبا شمالی ترین قسمت قزوین هستم، توی شهرک مینودرم و اینم از این جهت خدمت شما خیلی جذاب میشه که شما فکر کنید چند سال بعد که این ویدیو رو نگاه میکنید الان خب اینجا مثلا خاکیه، بعد ممکنه چند سال بعد اینجا مثلا یه برجی ساخته بشه، یه پاساژی ساخته بشه و این تصویرهای قدیمی اینجا خیلی جذاب میتونه باشه اون موقع. دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، سر دوربین رو برمیگردونم به بیرون و بریم با هم دیگه ببینیم امروز چه روزی میشه. امیدوارم تا آخر ویدیو با من باشی، لایک، سابسکرایب، زنگوله، خلاصه حمایت بکنید دیگه. من شکست خوردم، یه کانال خیلی خوب از دست دادم واقعا. دمتون گرم، بزنید بریم. که الان پرچم‌های قرمز و مشکی اینجا می‌بینید، هم هیئت شهدای قزوین نزدیک محرم هستیم و نزدیک روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی هستیم. ممکنه یه سری پرچم‌های اینجوری یا حسین رو اینا هم ببینید. من یه روز تعطیل و یه مرخصی
کردم که موفق شدم امروز این ویدیو رو براتون ضبط کنم. این خیابون تا انتها که میره میرسه به در واقع انتهای خیابون نوروزیان. همین اینجایی که الان رد شدیم انتهای شهرک کوثر سمت چپمون دانشگاه سراسری چی میگم بهش بین المللی امام خمینی. حالا درخت ها و اینا نمیذاره شما اون طرف رو ببینید. تو قزوین تا دلتون بخواد ما سرعت گیر دادیم. چپم هم که میره داخل اتوبان و نمایشگاه بین‌المللی قزوین و صدا و سیمای قزوین سمت چپ منه. چهارراهو رد شدیم از وسط رانندگی کنیم که کوسیان بتونن رد بشن. یه خوبی که میتونه این ویدیوی من نسبت به اون ویدیو قبلی که متاسفانه پاک شد داشته باشه اینه که اون ویدیو رو من توی فصل پاییز گرفتم و این درخت ها همشون شاخه ها مشخص بودن و هیچ نشونه از برگ و سبزی این درخت ها نبودش. فکر کنم این ویدیو قشنگتر از این ویدیو بشه از لحاظ تصویر و اون ویدیو هم البته من هیچ توضیحی هم روش نداده بودم، فقط تصویر بود و الان ترجیح هم میخوام با اتون صحبت بکنم وقتی که حرکت میکنم. بچه من تصویر ویدیو رو گذاشتم رو سوپر واید، امیدوارم که شما زیاد اشیا رو ریز نبینید. اینو به این علت این کارو کردم که هم شما فضای بزرگتری موفق باشید ببینید و همه که واقعیتش پلاک های ماشینا نباید واضح باشه، یعنی عدداش اگه خونده بشه مجدد یوتیوب ویدیو رو میبنده و احتمال داره من پایین سفر رو یه تارش بکنم به خاطر اینکه دیگه دونه دونه نمیتونم پلاک ماشینا رو تار بکنم. اینجا شهرک خونکه و تقریبا بچه های لاکچری نشین قزوین اینجا خونه ها خونه‌های قشنگیه، خونه‌های تقریبا گران قیمتیه و هر کسی سعی کرده یه نمای خاص و مدرنی، حالا بعضی سنتی، نمای خاصی خلاصه منحصر به فرد به ساختمونش بده. اینجا میدون امیر کبیره، همونطور که می‌بینید مجسمه امیر کبیر وسطش هستش. من این میدون رو تصویر سه‌بعدی ازش گرفتم، توی ویدیو دیگه براتون آپلودش میکنم که ببینید. میکنم زیاد تصویر کوچیک نباشه و همه چی خوب دیده بشه. خوبه که حالا امروز هوا یکم باد داره چون من کولر نمیتونم بگیرم تو ماشین، صداش به شدت ضبط میشه و آزاردهنده است. برای من کاملا خیس عرقم تو ماشین. پنجره رو میدم پایین که یکم باد بیاد. بچه ها اینجا خیابون روبرو دیگه میره سمت باراجین، یک پارک جا
جنگلی هستش تو قزوین که خیلی هم معروفه، میره باراجی. حالا ما اون طرف نمیریم چون روزو میخوام یه ویدیو مجزای ضبط بکنم و خیلی دیرم میشه. من از این من میچرخم میام سمت راست، میشه بلوار نخبگان اگر اشتباه نکنم، و میدون جانبازان میخوره و دیگه کم کم میریم به سمت مرکز شهر. زربال هستش که بال کباب میده، به شدت معروفه و خیلی خوشمزه. امیدوارم کسایی که میشناسنش اون قسمت ویدیو رو حتی به دستش برسونه. بسیار رانندگی جذابی داشت این پراید لعنتی. بچه برام کامنت بذارید، بچه کجای قزوین بودید هستید، اگر مهاجرت کردید کجا مهاجرت کردید، میگم برام صحبت بکنید، بذارید بقیه هم نگاه کنن استفاده بکنن، شاید به درد بقیه هم بخوره. نمیدونم اگر میتونید خیلی خلاصه وار روش مهاجرتتون رو بگید، نمیدونم، میگم صحبت کنید تو کامنت ها، بذارید بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم. من واقعا به این جهت میگم، شاید تصورتون باشه که خاطر اینکه کامنت بگیره این ویدیو دارم میگم، ولی نه واقعا دارم به خاطر اینکه با هم بیشتر آشنا بشیم. اینجا میدون جانبازانه، بعد دور میزنیم و ببینید الان روبرویه دوباره میره میخوره به وسط های خیابون نوروزیان، این خیابون میخوره باز به نوروزیان، ولی ما این بری میریم. اینم که برجای راجیاس، یه ساختمان خیلی مجتمعی شکل قشنگ و لاکچری. اینجا وارد خیابون شهید بابایی میشیم، به خاطر اینکه دانشگاه شهید بابایی هم داخل این خیابونه، خیابون معروف شده به خیابون دانشگاه. الان سمت راست من بیمارستان زکریای رازیه، این بیمارستان قبلا اسمش بود بیمارستان تامین اجتماعی 256 تخت خوابی تامین اجتماعی، اگر اشتباه نکنم مثلا خیلی تعداد تخت خوابش زیاد بود، 256 تا خیلی تخت خوابش زیاد بود. مثلا بیمارستان بزرگی هم هست، بیمارستان تامین اجتماعی، انصافا بیمارستان خوبیه. ابتدای خیابون دانشگاه این سمت چپ من یک فست فود به اسم پیتزا دولوپی هست، شاه کباب محمد هستش، اینا معروفه، کسایی که این برای زندگی میکنن خوب میشناسنش، من هم اسم میبرم، شاید پاتوق شماست، شاید دوست شماست، شاید شما یه روزی اینجا می اومدید تفریح میکردید چیزی میکنید. قزوین بچه یه کانال آب داره، کانال آب مادر بهش میگن، کانال آب بزرگیه، هنوز خورد نشده و میره برای زمین کشاورزی ها، از سد طالقان میاد اینا. الان چهارراهی که رسیدیم چهارراه همین کاناله و آب از زیر این چهارراه رد میشه و کنارهای چهارراه که حالا تو مسیر برگشت به احتمال زیاد بهتون نشون میدم میگم بهش کانال کاملا دیده میشه. نرده هایی که میبینید نرده های کانال آب، اینجا هم که دارم یه تعمیراتی انجام میدم. خب سمت راست من یه پارک معروفی هستش توی قزوین، یه پارک خانوادگیه، شب و خانواده ها میان، یعنی یه شب پارک خیلی امنیه که بسه پارک الغدیره و انتهاش یه بازیگاه داره، پارک یه سمت راست هستش، انتهاش یه بازیگاه داره، صندلی و چمن و همون پارک، همون چیزهایی که همه پارک های ایران داره دیگه، یعنی انتظار چیزه خواست و عجب قریبی نداشته باشه. این خیابونی راسته که داریم میریم دفتر فنی زیاد داره، دفتر فنی مهندسی زیاد داره و در واقع میشه گفت منبع اون کارهای خدمات چاپ و اونجور چیز هست.
متاسفانه تو این چند سال اخیر خیلی ترافیک قزوین زیاد شده، یعنی واقعا الان که لنگ ظهره و تعطیل هم هستن، مردم نبودن، اینقدر شلوغ باشه معمولا این شکلی نبود. و چند سالی هستش که شرکت خودروسازی ماشین های ثبت نامی گذاشتن و خیلی راحت فتر فتر ماشین میدن بیرون. همه شهرها تقریبا ترافیکشون زیاد شده، قزوین هم سمت راست من دانشگاه فنی شهید بابایی دو که دیوارش رو میبینید، اینجا هم در بروش. بچه به شدت هوا گرمه، یعنی من دارم خیس عرق میشم. اینجا هم تقریبا دیگه انتهای خیابون شهید بابایی، همون خیابون دانشگاه، میبینی تکیه های هیئت رو که زدن نظری میدن، بکنم شربت بدن توی فصل. خب خیابون دانشگاه تموم میشه اینجا و اینجا یه پلی هستش که الان چند سالی زدن، ولی قبلا خب خیابون دانشگاه میشد مستقیم رفتش وارد خیابون فلسطین، چهارا فلسطین و خیابون فردوسی شد. من میخوام چون یه مقدار از بافت تاریخی و قدیمی هم از جلوش رد شما رو برام بهتون نشون بدم، میام اینجا تلکه تلکه قزوینی شه میدان سرداران اینجا رو دور میزنم و میرم به سمت خیابون نادری و از اونجا میریم به سمت میدان آزادی یا هم اسم عامیانش سبز میدون، که سبز میدون هم از عید امسال 1601 یه تغییراتی توش دادن، یه قسمت هایشو دیگه خودرو نمیتونه بره، حالا به خاطر بافت تاریخی که داشت. اینجا تابلو زده مرکز شهر و تابلوی سبز روبرو که ببینید آزادی، میدان آزادی و خیابان نادری که بالای پل نادری ما میریم. سمت چپ برجی که میبینید برج خلیج فارسه،
و یه مجتمع تجاری دیگه. اینجا سمت راست من میدان، اینجا میر اماده و سمت راست من حالا میرسیم بهش، دروازه راهگوش قزوینه. اسم درستش دروازه کوشکه. دروازه های قدیم قزوینه که در واقع ابتدا و انتهای قزوین رو اون موقع مشخص میکرده. واو چه ترافیکی، چه ترافیکی این موقع ظهر، اصلا فکرشو نمیکردم. احتمالا این قسمت های ویدیو رو من براتون بزنم جلو. سمت راست من دیوار دروازه کوش رو میبینی که من یه ویدیوی دیگه از اینجا گرفتم میذارم براتون تو کانال، بعدا لینکش میکنم. بریم تو جرافیک. یه چیزی که میخوام نشون بدم، سلیقه‌ای نمیتونم عمل کنم که الان ترافیک دور بزنم برم یه طرف دیگه. من اینجا ویدیو رو پاز میکنم و بعد چون که ترافیک باز شد براتون پخشش میکنم. بذارید ببینم بکنم همینجا اصلا ترافیک رفت شد. خب بلش شد. اینجا سمت راست من خیابون رسالت، یکی از خیابونهای معروفه قزوینه، توش فکر کنم 8-10 تا مدرسه است. و اینجا میرسیم به چهارراه نادری که دوباره چند سالی هستش که پل براش ساختن برای که ترافیک کمتر بشه و ما مجدد از بالای پل میریم. اینجا میشه گفت راسته فروش تخت خواب، مسائل کودک، سیسمومی. زیر پل مثلا چند تا ما قاب فروشی داریم، فرش سنتی داریم، فرش های دستباف. کلا بچه قزوین زیاد بزرگ نیست و خیلی سریع میشه ابتدا انتهاش رو به هم دیگه وصل. هاشمیان سمت چپ هم دقیقا دارم نگاهش میکنم. برای بچه قزوین خیلی کم پیش میاد جوونا این سمت بیان، چون میگم هم ترافیک هم زیاد جای دور دور و این حرفا نیستش. و این چهارراهی که میرسیم، هم داریم میرسیم به سبز میدون، هم میدون آزادیه، یه میدون مستطیلی شکل هم شد. دور زدن دورش دیگه نمیشه دور زد، چون میگم که یه طرفشو بستن، جلوی کاخ چهل ستون رو بستن و فقط پیاده رو هستش. وگرنه هم جون شد کاخ چهل ستون رو قشنگ میتونه نشون داد. سمت راست تابلوی قهوه‌ای که میبینید نوشته چی؟ سرای سر و سلطنه. همون جایی که من براتون فیلم 360 درجه ضبط کردم. پیشنهاد میکنم که حتما ببینید، خیلی باصفاست، خیلی حس آرامش داره. با چند تا از غرفه‌دارای معروفش من اونجا صحبت کردم، خیلی جذابه دیگه. چهار تا قسمت داره ویدیویی که من گذاشتم، لینکش میکنم این بالای تصویر که برید ببینید حتما. و تابلوی بازار رو زده، به شدت اون طرف ترافیکه و شلوغه. بازار خرید لباس و اینجور چیزاست، ورودی بازار، خرید ماهی و مرغ و اینجور چیزا هستش، خشکبار هستش و همساله. داخل بازار هم که لباس فروشیه و لباس فروشیه که زیاد میگم جوان ها اون سمت نمیرن برای خرید، میرن سمت خیام که حالا با هم دیگه میگه اونجا رو هم میبینیم. من اینجا نظرم به کسی موید پولیس هم اینجاست. چهارا رو رد شدیم و وارد خیابون پیغمبریه میشه.
پیغمبریه. چرا اسمش پیغمبریه است؟ چون یه مسجدی توش هستش که مقبره در واقع چهار تا پیغمبر خیلی قدیمیه. حالا تو اینترنت سرچ کنید بهتر میاد اسمشون. چهار تا پیغمبرن که مال قبل از میلاد مسیح هستن. همین الان جدش رد شد. اینجا بورس بچه چیه؟ اینجا بورس نصفش در واقع بورس لوازم خانگیه. همونطور که میگه لوازم خانگی مثلا پاک شما زده و نصفش هم بورس لوازم ورزشیه. و لوازم ورزشی خیلی قوی داره این قسمت. یعنی مثلا ورزشی تک اسپورت. و حالا همون اولش هم بیشتر بود چون توی ترافیک بود. من نمیتونستم بهتون اشاره بکنم. به موازات این خیابون، یه خیابون دیگه سمت چپمون هستش که خیابون هلال احمره، به خاطر اینکه هلال احمر اونجاست اسمش هم خیابون هلال احمر. اینجا بافت تاریخیه. ببینید سمت چپمون حیات پشتی بگید چهل ستونه. خب ترافیک. خب رسیدیم سر چهارراهش. روبرو بچه خیابون سپهه، اولین خیابون آسفالت شده ایرانه که الان سنگفرش شده دیگه. من اینو داخلش نمیرم، دور زدم این وری همون خیابونی که گفتم هلال احمر میخواد. چون سپه به شدت دیگه شروع کرده بچه ها برم بکنم یه روز تمام با شما فیلمو نگاه کنید اگه تازه باتری دوربین من جواب بده. اینجا خیابون هلال احمره. دوباره سمت چپ من ادامه اون بافت تاریخی دیده میشه که من متوجه شده این وسطه، وسط این دوتا خیابون قرار میگه. یه بافت تاریخی دیگه سمت راست اون هستش که الان شده وزارت امور خارجه. اینجا تقریبا میشه گفت بورس فروش مبل و صندلی اداریه بچه سمت راست اون تکه دوی وسط برزشی هم هست. سمت راست رو میبینید و زده تابلوی چهارراه ولیعصر میدان میرقره و سمت تهران که میره. ما اینو این خیابون روبروی رو تا انتها میریم و بعد مجدد میفتیم داخل تابلوی که دیدید. اون خیابون دو مسیره میفتیم. اون مسیره میره. میخوام بهتون بگم که ما حرکت میکنیم ولی که بعد از اینکه خیابون مقابل رو رفتیم. سمت چپ من نردار میبینید، نردهای چهل ستونه. فضای سبز داخلش که دار و درخت فکر نکنم بذاره چیزی دیده بشه. اصلا اینجا چهارراه رو که رد میشیم سمت چپ من نگاه کنیم ماشین نمیتونه بره ولی موتورا قاشاقکی دارم میرن. نیسان بذاریم رد چیه چون من میخوام مستقیم بریم. خیابون فردوسیه. الان بهتون میگم بورس چی هست. اینجا بورس عینک فروشی هست، عینک سازی، عینک فروشی. بورس دکترا اینجاست. خیلی از متخصصا دندان پزشکا مطبشون اینجاست. بورس لوازم خانگی صوتی تصویری یه زمان اینجا خیلی زیاد بود، الان کم شده. و لوازم پزشکی، تجهیزات پزشکی اینجا بورسشه. میشه گفت بورس بیشتر تجهیزات پزشکی و عینک. این دوتا رو خیلی میبینید شما. سمت راست من خیابون شهرداریه، میخوره به خیام. ما میریم بالا و واردش میشیم روی برگشت. خیلی دارم حرف میزنم. نه میبینید هم تابلوهای دکترا هستش و اینک شهاب و چیزایی که معروفه دارم اسماشون رو میگم دیگه. اگه از اطرافی دوست آشناتون این ویدیو رو براش بفرستید یکم شاید زخ کنم. چراغ سبز رد شیم و قرمز شد. بعد
سمت چپ من اینجا شیرینی فروشی نسترنه، دیده نمیشه یه مقدار بیشتر سمت چپه. و این نرده های سفیدی که میبینید سمت چپ روبروتون، نرده های بیمارستان بوعلیه که بیمارستان خوب قزوینه، یکی از جاهایی که پای ثابت بیمارهای کرونایی بوده. سبز میشه، بله سبز شد. خیابونی هستش که درخت زیاد دارم، تو که میبینید آسمون به سختی از بالا دیده میشه و سایم زیاد. اینجا یه درب ورودی دیگه از سمت چپ من از بیمارستان بوعلی، سمت راست من بیمارستان فوق تخصصی مهرگانه، بیمارستان خصوصی البته. بعد اینجا بخش همودیالیز قزوینه. پیداش پیام بده این ویدیو رو میخوام ترجمهش کنم به زبان انگلیسی، ببینیم کی میتونه کمکم کنه. خب بذارید نمستقیم میخواستم برم سمت راست رو خیلی زودتر بریم خیابون خیام رو ببینیم. الان دیگه تقریبا میشه گفت سمت مرکز شهر هستیم، جایی که گفتم جوونا بیشتر میان اینجا بچرخن و دور دور کنن، ولی الان نه، لنگ زور شب که میشه هوا خنک میشه. اینجا و اینجا به اون بر به سمت راست بیشتر حرکت کن. خیابونی که سمت راست اونه الان میریم از بالا میایم داخلش و از اونجا میریم به سمت ولیه. هم تابلو داره که بهتون گفتم. اینجا یه بستنی فروشی معروف، بستنی فروشی احمدی سمت راست من. یه بچه ها این بستنی احمدی که بهتون گفتم دوروی من اینجا خاموش شد، باید اینکه داغ کرده بود، من مجبور شدم اینجا جاتون خالیه خالیدهی بزنم بر بدن. و امروز فهمیدم که دوروی گوپرو توی گرما وقتی گرما زیاد بخوره خاموش میشه. سمت راستمون پیتزا پله هستش، اینم باز به جاهای معروف هست جلوتر. اینجا اگه دیگه سمت پار کرده این تم قهوه‌ای از پیتزا پله هست. امیدوارم که دوربین اذیت نکنه. آخه یکی از باقای دوربین گوپرو رو هم پیدا کردیم تو گرما، که خودش هم زخم میکنه خیلی داغ میشه خاموش بود. به چهار راه فلسطین میرسیم که اینجا رو من میرم سمت راست و میریم سمت خیام.